خواهش می‌کنم خوب گوش کنید. یک بار دیگه میخوام به آگاهیتون برسونم که انقلاب رو ما نکردیم. انقلاب سیاه کار استعمار بود، استعمار روس و انگلیس با کمک تازیان منطقه محمد رضا شاه رو سرنگون کرد. برای درک صحیح این مسئله بارها سیاوش اوستا صحبت کرده، اسرار مگوی بسیار رو به شما گفتم و فقط توجه شما رو یک بار دیگه در ابتدای برنامه به سخنانی که و برنامه و پروژه‌ای که نیکسون برای ایران داشت و بعد انگلستان با این پروژه مخالفت میکنه، بعد انگلستان میگه شاه نبایستی مقتدر باشه در منطقه و جهان و عربستان رو میخواد قدرت بده. این رو ببینید و بشنوید. انگلیسی ها تلاش های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس میدونستن و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتن. نکته دیگه که بایستی توجه بکنید اون اینه که ببینید فیلم دوم رو بشنوید که چرا محمد رضا شاه باید سرنگون بشه. پادشاهی که داره به عظمت و شوکت ایران میاندیشه و قاطع میگه ما دیگه نفتمونو به کنسرسیون انگلیس نمیدیم، به ما خیانت کردن تا این سالا و ما به اینها نفت نمیدیم. این رو هم ببینید خواهش میکنم. قرارداد نفت خود را با کنسرسیون در سال 1979 یعنی 6 سال دیگه نگرد به هیچ وجه. خب پیش از این که به اصل قضیه بپردازم و بخوام برای شما زندگی علی خامنه‌ای و اسرار پشت پرده زندگی اون رو تا این سالهای دراز برای شما بگم، باز نکته دیگه رو باید تاکید کنم. اون نکته این عزیزان من که روحانیت رو باید بدونن کجا در اومد، سیدی و سیادت از کجا در اومد. حتی اونایی که مسلمان هستن میخوام این رو بهشون بگم که بفهمن و بدونن اصلا اینا سابقه تاریخی از زمان محمد اینا نه. اولا لباس روحانیت رو زبان هارون الرشید هست که ابو یوسف قاضی القضات، من این در کتاب دینداری و خردگرایی 34 سال پیش نوشتم، اونجا در کتاب دینداری و خردگرایی من و قرآن سرودی به سبک پارسی و از میترا تا محمد، این سه تا کتاب اساسی است که بعد اون خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد میاد که اطلاعات بسیار به شما میده. ابو یوسف قاضی القضات هارون الرشیده، میگه به هارون الرشید میگه خلفای عباسی 500 خورده سال حکومت کردن، میگه که آقا ما برای که عوام و خواص ما هم فرقی داشته باشه یک لباس برای عوام درست کن و یک لباس برای خواص. لباس عوام هر کی هر چی دلش خواست میپوشه، ولی لباس علما خواص لباس علما باشه. این لباده و این دستار بر سر اینا رو مشکل کنه. ابو یوسف میان سیادت رو میافرنن فرزندان محمد و علی، اصلا سیادت سیدی همونجا مد میشه. یعنی 1100 سال این دین اگه بوده سیدی سیادت نبوده تو ایران. این دکانی که از آن صفویه ساخته میشه. بعد از اون روحانیون تا اون موقع بهش بودن حاجی و یا ملا و حرفا. این تشکیلات روحانیون هم با خانواده مجلسی ها میسازه، البته شیخ باها اونجا هست، عالم دانشمنده، ولی این باندی میشه که مجلسی ها میسازن و حدیث و روایت اینا و انگلیس ها اینو تقویت میکنن. بعد میان شعائر کلیسا رو، دقیقا شعائر کلیسا رو میارن توی جامعه تشیع. این علم صلیبه، علم دیدین تو محرم برمیدارم شد تاسوا، این صلیبه و بقیه همه چیزای سنت های مسیحی رو میارن و میدن و خلاصه دکور بر میکن. این دکون روحانیت که زمان صفحه باز میشه در زمان مشروطیت توسط انگلیس ها به اوجش میرسه. باز اینا رو من نوشتم تو کتاب های من خودم در دیرباز، باید برید بخونید و اینجا میخوام مختصر ازش بگذرم. اینها میان اول از همه اون سه تا آخوندی که آخوند اصلی انقلاب مشروطه بودن و توسط روزنامه انگلیسی که تو ایران در میومده میذارن اسمشون آیت الله، چون به شاه میگفتن ذل الله یعنی سایه خدا. اینا میگن ما یه کاری کنیم که عزیز بزنیم عبارت سقط الاسلام و حجت الاسلام، اینا هم در جای بعدی که میاد از زمان مشروطه، قبلش اصلا وجود